در این تازه ترین شماره مجله ایران فردا شماره 28 بله به سردبیری آقای کیوان صمیمی در تهران که ویژه 50 سالگرد در گذشت مصدق است مقاله‌ای دارند، مقاله‌ای درباره راست گرداندن پاره ناراستی ها یا روشن کردن ناروشنی ها. اگر موافق باشید امروز به راست گرداندن همان ناراستی ها بپردازیم. آیا منی شما می نویسید که یکی از رایج‌ترین ناراستی ها درباره مصدق این است که می گویند مصدق با لجبازی میانجیگری آمریکا را در آخرین روزها نپذیرفت و می افزایید که این موضوع اشاره به مذاکرات 80 ساعته مصدق با جورج مکی دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در واشنگتن است. مصدق در میانه مهر ماه 1330 اکتبر 1951 برای دفاع از حقوق ایران در شورای امنیت ملل متحد راهی نیویورک شد و سپس از نیویورک به واشنگتن رفت و به پیشنهاد دین اچسن وزیر امور خارجه ترومن میانجیگری آمریکا را برای یافتن راهکاری که مورد پذیرش ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس باشد پذیرفت و به مذاکره با مکی نشست. آقای امینی، ماجرای این مذاکرات یا سرانجام این مذاکرات چه بوده؟ آیا به راستی مصدق لجبازی میکرد؟ لجبازی کرده؟ ببینید، لجبازی در میان سیاستمداران بر روی سرشناس ایران یا آدم های توانا در حوزه سیاست بخشی از رفتار اونها هم بوده. در این جای گفتگو نیست که در دوره های مصدق در پاره ای از مسائل لجبازی هم می کرده. پدر من هم در گفتگوهایی که با خود من داشت و من اونها رو ضبط کردم برای یاد ماندن در تاریخ میگفت گاهی وقتا مصدق لجبازی میکرد. پدر خود من هم آدم بسیار لجبازی بود در این زمینه. اما شما چی؟ منم حتما هستم، همه ما دارای عنصر لجبازی هستیم، اما در این زمینه این اتهام کاملا نادرست، بی‌پایه است. یعنی مذاکراتی که مکی و مصدق 80 ساعت مذاکراتی که انجام دادن، میدونید که مصدق بستری شده بود، یعنی بستری به این معنا که فهمیده بودن بیماری داره و به سفارش ترومن او رو به بیمارستان بسیار معتبر دولتی که آدم هایی مثل خود ترومن در اونجا بازبینی پزشکی می شدن فرستادن و ایشون در اون هنگام که در اون بیمارستان هم بود 80 ساعت در همون دوران 80 ساعت مذاکرات رو با مکی و دستیارانش انجام داد. و جالب است که برای که بدانید که لجبازی مصدق و این مذاکرات رو، این گفتگوها رو به بن‌بست نکشانده، بهترین گواه یادمانده است که از همون دین اچسون داریم، یادمانده معروف دین اچسون به نام حضور از آغاز، یا که در واقع این برگردان من هست، این کتاب فارسی برگردانده نشده، Present at the beginning، چون یکی از نخستین آدم‌های بسیار بسیار مؤثر در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بوده و بسیار او رو در واقع سازمان دهنده ساختار وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا پس از جنگ می‌داند. ایشان در یادماندهشون در برگ، من مجبور هستم رجوع کنم به یادداشتام، در برگ 501 تا 501 در کتابی که در نیویورک منتشر شده در سال 1987 و
به نام present، ببخشید at the creation نه beginning، at the creation می نویسن که این برگردان خود من هست از نوشته ایشان. با دقت هم واژه به واژه این رو برگرداندم. می گوید که مصدق در پایان این مذاکرات، مصدق حتی پذیرفت که پالایشگاه آبادان، البته پالایشگاه آبادان رو در پاراگراف پیشین آورده، من در اینجا اضافه کردم که پالایشگاه آبادان از سوی یک گروه بیطرف مانند یک شرکت هلندی اداره شود. ببینید اونها حتی این رو درخواست نکرده بودند و مصدق برای اینکه نشان بدهد که این گفتگوها تا چه اندازه نیک جلو می رود، پیش می رود، این رو مصدق پیشنهاد کرده که حالا که به پیامد نیکی رسیده ایم، پالایشگاه آبادان رو هم یک شرکت هلندی که نه مورد سوء ظن ماست نه سوء ظن بریتانیا، اونها اداره کنند. بر پایه آن پیش دانسته ها آن سه، این سخنان دین اچسون هست، مکی و دو دستیارش در وزارت امور خارجه، این رو من افزودم. این آن سه که میگوید، مکی رو میگوید و نیتزی و یه نفر دیگر، طرح خردمندانه ای ریختند که بر پایه آن شرکت نفت ایران و انگلیس نفت ایران رو بر پایه همان تقسیم 50-50 میان دولت و شرکت مانند دیگر کشورهای خلیج فارس دریافت میکرد. یعنی اونها آمدن و به این طرح 50-50 که سالیان درازی در میان ایرانیان پذیرفته شده بوده که ایران باید شریک برابر با شرکت نفت ایران انگلیس باشد، 50% از آن ایران باشد، آمریکایی ها این رو در واقع پیشنهاد میکنند و مصدق هم این رو پذیرفته. من بر این باور بودم که ما، ببینید این عین عبارت وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکاست، موضوع لجبازی در کار نیست. من بر این باور بودم که ما مساله یک توافق را در دست داریم. این سخن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکاست. سپس می افزاید که روون برام بود. این روون کی است؟ این سر لزلی روون سرپرست خزانه‌داری بریتانیاست، یعنی در واقع وزیر خزانه‌داری بریتانیاست و نماینده دولت بریتانیا در شرکت نفت ایران انگلیس. چون دولت بریتانیا بزرگترین سهامدار شرکت نفت ایران انگلیس شده و روون از طرف دولت به عنوان وزیر خزانه‌داری نماینده این شرکت در هیئت مدیره شرکت نفت، نماینده این دولت در هیئت مدیره شرکت نفت ایران انگلیس است. میگوید که روون برام بود که از آنجا که، ببینید لجباز کیست، از آنجا که مصدق به منافع خارجی بریتانیا تاخته باید شکست بخورد و نابود گردد. به دولت ایالات متحده آمریکا آمده 80 ساعت با مصدق گفتگو کرده. تاریخ این گفتگوها هم روشن است. تاریخ این گفتگوها اندکی شاید 3 ماه پس از آغاز زمامداری مصدق است، در آغاز کار است، یعنی پایان کار هم نیست که بگوییم که سالها لجبازی میکرده، در آغاز کار است و میخواهند به این بحران پایان بدهند و مصدق هم همه پیشنهادها رو پذیرفته و حتی در این گفتگوها پیشنهاد تازه‌ای را به عنوان یه هدیه ارائه داده، اون که پالایشگاه آبادان رو هم یه شرکت هلندی اداره کند. روون بران بود که از آنجا که مصدق به منافع خارجی بریتانیا تاخته باید شکست بخورد و نابود گردد. این مسئله در فرهنگ و فلسفه و باور سیاستمداران انگلیسی در اون هنگام بود. بریتانیا بر این باور بود که آقای مصدق، بعدها البته چرچیل این رو گفته، همون در همون نامه‌ای که نوشته همون زمان، چون چرچیل درست در همین زمان نخست وزیر شده، گفته ایشان دزد نفت ماست و حتی به ترومن اعتراض کرده که چرا این دزد نفت رو پذیرفتن که به واشنگتن بیاید. مصدق رو دزد نفت ما میخواند، نفت اونها بوده، نفت ایرانیان نبوده. میگوید که او باید شکست بخورد و نابود شود. این رفتار لجوجانه بریتانیا، این سخن آقای دین اچسون هست، این سخن لجوجانه بریتانیا ادامه مذاکرات را ناممکن ساخت و راه هر گونه عقب نشینی آبرومندانه را بر مصدق بست. این سخن آقای دین اچسون است. حالا به من بگویید که لجباز در این ماجرا کی بوده؟ دولت ایران، دکتر محمد مصدق،
زنده یاد دکتر محمد مصدق و یا دولت بریتانیا که نفت ایران رو نفت خودش میدانسته و خواهان شکست ایران بوده. آقای امینی، در همین مقاله شما نوشتین که اتفاقاً این سران شرکت نفت ایران انگلیس بودن که لجبازی میکردند. بله. در مقاله شما آمده است که جورج مکی که طرف مذاکرات 80 ساعته مصدق در آمریکا بوده، در پاسخ به این پرسش سرپرست تاریخ شفاهی کتابخانه ترومن که از او پرسیده آیا فکر میکنید که بریتانیایی ها لجباز بودند، چنین پاسخ داده: بسیار زیاد. شرکت نفت ایران و انگلیس را یک حسابدار اسکاتلندی به نام ویلیام فریزر، درست میگم؟ بله بله کاملا، ویلیام فریزر، بله. اداره میکرد که از جهان نو آگاهی چندانی نداشت. ناتوانی او در دریافت از نیروهای سیاسی ایران به پیدایش گرفتاری بزرگ برای آنها انجامید. آنها یک فرصت تاریخی را از دست دادند. بفرمایید که این فرصت تاریخی که از دست دادن چه بوده؟ ببینید، در این انگام خیلی خیلی داستان جالب است و اینها رو بسیاری از ایرانیان نمیدانند و با دروغ هایی که درباره اون دوران گفته شده، تاریخ سازی هایی که درباره اون دوران شده، چنین میپندارند که شاید مصدق بود که پاره لجبازی ها رو کرده بود و دلش میخواست که پیروزمندانه از این گفتگوها بیرون بیاید. خواندم نوشته آقای دین اچسون رو، گفت که نه. دین اچسون در این هنگام که میداند که آگاه میشود که دولت بریتانیا و وزیر خزانه‌داری خواهان شکست این مذاکرات و گفتگو هستند و تن به پیشنهاد 50-50 نخواهند داد، از آقای مگی میخواهد که برود و با مصدق گفتگو کند و بگوید که گرفتاری مذاکرات در این قسمت نیست، در این است که شما بهای بشکه نفت رو تعیین نکردید. این عبارت ایشان این است، عبارت باز دین اچسون، که گفته بود آقا بهای بشکه نفت رو برای معاملات تعیین نکردید. یعنی بهانه‌های فنی آوردند. به من گفتند که مصدق هرگز آن بهانه را باور نکرده است. مصدق میدانست که بریتانیا میخواهد تا پایان کار ستیز کند و او اعلام جنگ تا پایان کار را با سربلندی پذیرفت. این سخن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا است. بله، از آقای جورج مکی، این نویسنده فراهم آورنده تاریخ شفاهی کتابخانه ترومن، همین رو پرسیده و این پاسخ رو داده. این چه موضوعی بوده؟ پس از اینکه این مذاکرات شکست میخورد، آقای مگی میگوید که چون شکست خورده بوده این بخش از مذاکرات، میگوید که ما با آنها هشدار دادیم که به مصدق طرح 50-50 را پیشنهاد میکنیم. آنها، شرکت نفت ایران انگلیس و ایران، میتوانستند بر سر طرح 50-50 کنار بیایند، اما شرکت نفت ایران و انگلیس چنین پیشنهادی را نداد. همین دوره رو میگه. سپس مکی اضافه میکنه، میگه ما هنگامی که به بنبست رسیده بودیم، در میانه بنبست گفتگوها من پیشنهاد کردم که هریمن با لورد استوکس از طرف هریمن از طرف ایالات متحده آمریکا و لورد استوکس از طرف بریتانیا به میانجیگری میان دولت ایران و شرکت نفت ایران انگلیس بپردازند، اما به جایی نرسید و گناه گردن شرکت نفت ایران انگلیس بود. اینها داوری های بلند های ترین دستندرکاران سیاست ایالات متحده آمریکا در اون دوران در گفتگوهاست که در دو دوره، یکی در گفتگوهای 80 ساعته در واشنگتن، سپس انگامی که هریمن به تهران می آید با لورد استوکس باز مذاکره می کنند، شرکت نفت ایران انگلیس به پیشنهاد 50-50 تن در نمی دهد. خیلی ممنون آقای امینی. این گونه که هم شما و هم بسی از تاریخ نویسان و بله، تاریخ پژوهان گزارش کردند، کمی پس از شکست بریتانیا و شرکت نفت ایران انگلیس در دیوان لاهه
در پایان تیر ماه 1331 هری ترومن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و چرچیل نخست وزیر بریتانیا نامه مشترکی به نخست وزیر ایران دکتر مصدق نوشتند و پیشنهاد تازه‌ای را برای رهیافت پایان دادن به تحریم نفتی ایران پیشنهاد کردند. مفاد این نامه چه بوده و آیا در اینجا نیز اتهام لجبازی از سوی مصدق نادرست است؟ عرض کنم به حضورتون که بله، در اینجا هم این اتهام به هیچ روی اصلا به مصدق پیوند نمی کنه. ببینید در 31 تیر ماه 1331، یک روز پس از رویداد معروف 30 تیر، دیوان داوری لاهه عجب روزایی بود، بله، به سود ایران رأی داد و حالا به اونم خواهیم پرداخت و روشن بود که دیگه یعنی این شکست خورده بود به ایتالیا. آمدن و یک نامه مشترک، یعنی یک نامه مشترکی چرچیل و ترومن به نخست وزیر ایران نوشتن. این نامه رو خیلی جالب است، این نامه ظاهرا نامه نه اینکه خصوصی ولی بر روی نامه دولتی میان این دو دولت و مصدق بود. مصدق این نامه رو برد مجلس و بلافاصله در مجلس خوند و از پیشنهاد خودش رو هم مطرح کرد و گفت من چه پاسخی به اونها خواهم داد. این نامه با این عبارات آغاز می شود، یعنی این نامه ببینید در چه تاریخیه. این نامه در 16 مرداد 31 نوشته شده از راه سفارت بریتانیا. 31 تیر داد دیوان لاهه به سود ایران رأی داده، 16 مرداد دو هفته پس از اون رأی این نامه رو نوشتن، یعنی دیگه به بنبست رسیدن، میدانستن که راه دیگری نیست. احتمالاً هم به یعنی گمان من این هستش که این نامه به پیشنهاد ترومن بوده. این نامه با این عبارت آغاز میشود، اصلا پیشنهاد نامه در این است که موضوع غرامتی که بابت ملی شدن مؤسسات شرکت نفت ایران و انگلیس و انگلیس و ایران واقع در ایران باید پرداخت شود، با در نظر گرفتن وضع حقوقی طرفین که بلافاصله قبل از ملی شدن موجود بوده است و با این ترجمه رسمی است، من میخوانم، ترجمه من نیست، و با توجه به کلیه دعاوی و دعاوی متقابله طرفین به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. دو هفته پیش دیوان لاهه رأی داده که ما صلاحیت در این زمینه نداریم. حالا چرچیل و ترومن آمدن و میگن که خب باشه، ما میخوام با شما کنار بیاییم برای اینکه به این تحریم ها پایان بدیم و این است که ما از شما میخواییم که موضوع غرامت رو به دیوان لاهه ببریم. مصدق خیلی پاسخ در مجلس پاسخ خیلی روشنی داده و این پاسخ رو به دولت بریتانیا هم فرستاده و گفته که ایران آمادگی دارد، حتی آمادگی دارد در شرایط معینی به دیوان داوری لاهه دوباره بازگرد. اما شرایط چیست؟ گفته در صورتی که شرکت مزبور نخواهد دعاوی خود را به مرجع قانونی در ایران ارجاع کند، دولت این جانب حاضر است پس از حصول توافق در مسائل زیر پایین قضاوت دیوان لاهه را قبول نماید. این نظر مصدق است و چهار شرط رو گذاشته و این چهار شرط خیلی روشنه. میگه اول قبول کنید که میزان خسارتی که ما باید به خاطر ملی شدن صنعت نفت به شما بدهیم بر پایه نمونه هایی باشد که در دیگر کشورها انجام شده، چون میدانید که خود بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم بسیاری از شرکت ها رو ملی کرد و یک روشی رو برگزید برای پرداختن خسارت به این شرکت‌های ملی شده، دولتی شده. در کشورهای دیگر هم مانند مکزیک و دیگر کشورها هم کمپانی‌های ملی شده بودند. مصدق میگفت یک سابقه‌ای وجود دارد، حقوقی مدل‌هایی وجود دارد برای تعیین خسارت، چون دولت بریتانیا این خسارت رو
آنچنان بالا برده بود که شاید 10 سال 20 سال درآمد نفت ایران هم برای پرداخت این خسارت کافی نبود. مصدق میگفت این غرامت رو از پیش بپذیریم که دادگاه لاهه بر پایه مدل‌های پذیرفته شده بین‌المللی که در کشورهای دیگر انجام شده تعیین کنند و جز این پس از اینکه این غرامت رو ما پذیرفتیم شرکت دیگر هیچ گونه ادعایی در مورد مسائل ایران نداشته باشد. دوم اینکه بیایید و به شکایات ایران از 1933 تا امروز که شما اسناد خودتون رو در اختیار ما قرار ندادید رسیدگی کنیم، ببینیم شما چقدر بدهکار به ما هستید که شما از هنگام بسته شدن این پیمان جدید 1933 تا هنگامی که ایران رأی به ملی شدن صنعت نفت داده حساب‌های خودتون رو، دفترهای درآمد و خرج خودتون رو به روی ما باز نکردید، گزارش دقیق ندادید. این رو هم باز کنید، ما بدانیم که ما از شما چقدر طلبکار هستیم و خسارات مالی ناشی از این ندادن پول رو به ایران رسیدگی کنید. و جدا از این چیزی که پذیرفتید که 49 میلیون لیره که در سال 1950 بر پایه گزارش مالی شرکت نفت و ایران انگلیس پرداختی بودی که باید به ایران میدادن پیش از ملی شدن صنعت نفت، این 49 میلیون لیره ای که به ما بدهکار هستید، رسما گفتید بدهکار هستید، به حساب ما واریز کنید. اینها رو انجام بدید، با کمال میل ما میرویم دادگاه لاهه و همه چیز رو در اونجا به بررسی خواهیم گذاشت. جالب اینجاست که مجلس شورای ملی اختیارات کامل به مصدق برای مذاکرات داد. این تصمیم شخصی مصدق نیست، مجلسی که نماینده ملت در اون هنگام بوده رأی به این داد که زنده یاد محمد مصدق در این گفتگوها آزاد است، برای اینکه تمام این پیشنهادها رو مصدق در مجلس خواند و گزارش به مجلس داد، نامه خودش رو که به اونها نوشته در آرشیو مجلس نهاد و نمایندگان مجلس کاملا آگاه از این موضوع بودند. این نامه بلندی که مصدق به سفارت نوشته به سفارت، یعنی از راه سفارت بریتانیا پاسخ داده، یه جمله خیلی جالبی دارد، با این جمله آغاز می شود. می گوید موضوع غرامتی که بابت ملی شدن مؤسسات شرکت نفت انگلیس، بله خوندم گفتم این باید تو ایران بررسی بشه، گفته نفت باید اینا در ایران مورد بررسی قرار بگیره، وگرنه اگر سپس شاید بتواند به دیوان داوری لاهه برود. این در واقع نکاتی است که مصدق در اون هنگام مطرح کرده و مورد پذیرش دولت بریتانیا قرار نگرفته. آقای امینی، در یه بخش دیگر از همین مقاله شما، شما پرداختید به برداشت نادرستی رو مطرح کردید که در میان بخشی از ایرانیان درباره شکایت بریتانیا به دیوان داوری لاهه و پاسخ ایران و سرانجام رأی دیوان به سود ایران وجود دارد، به اینها پرداختید. بله. گاه شماری را از آغاز شکایت بریتانیا ذکر کرده اید که برای آگاهی بینندگان آن را بازگو می کنم. در 26 ماه می 1951 مساوی با 4 خرداد 1330 دولت بریتانیا علیه ایران به دیوان داوری لاهه شکایت کرد. در 22 ژوئن 1951 مطابق 31 خرداد دادگاه لاهه روز 3 سپتامبر یعنی 11 شهریور رو برای دریافت دادخواست یا لایحه بریتانیا یعنی مموار و روز 3 دسامبر 11 آذر رو برای دریافت لایحه جوابیه یا کنتر مموار ایران برگزید. دولت بریتانیا از این هم فراتر رفت و در همان نشست 31 خرداد از دیوان دادرسی لاهه خواست که برای
جلوگیری از به اجرا نهاده شدن خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس قرار تأمینی صادر کند. دیوان دادرسی روز 30 جون مطابق با 8 تیر را برای رسیدگی به این درخواست بریتانیا برگزید. با این مقدمات جناب امینی بفرمایید کدام بخش از برداشت عامه درباره رسیدگی دیوان داوری لاهه نادرست است؟ ببینید، نخستی که توجه کنید که دولت بریتانیا خب در اون هنگام یکی از تواناترین کشورهای جهان بوده، پیش از جنگ جهانی دوم به راستی تواناترین کشور جهان به شمار می آمده و یکی از بزرگترین امپراتوری ها رو ساخته بوده. از نقطه نظر ساختار حقوقی هم توانایی دولت بریتانیا اصلا نمی توانستیم ما این رو با توانایی دولت ایران مقایسه کنیم. یک دولت نیرومندی که دارای ساختار حقوقی، توانایی‌های حقوقی بوده، وکیل زیاد داشته و اینها هنگامی که به دولت، به دیوان بریتانیا، به دیوان لاهه شکایت می‌کنند، پرونده‌ای رو که به دیوان می‌دهند، پرونده‌ای بسیار بسیار بزرگی است. من خوشبختانه پس از اینکه آقای امیراسلان افشار که در هنگام شکایت ایران به یا شکایت بریتانیا به دیوان لاهه و پاسخ ایران در سفارت ایران در هلند کار می‌کردند و از انسان‌های به هر حال بر روی دانا و شریف اون روزگار هستند، ولی بلندپایه در ساختار مذاکرات نبودند، کارمندی بودند، به قول خودشون کارمند درجه سوم سفارت بودند در هلند، جوان هم بودند در اون هنگام. ایشان در یادمانده‌ای که منتشر کردند نکاتی گفتند که من گمان میکنم شاید به دلیل سن و سال، شاید هم به دلیل سیاست، با راستی ها فاصله داره و چیزهایی رو از نظر تاریخی جابجا کردند. این است که من رفتم و درخواست کردم و همه پرونده ایران در دادگاه لاهه رو خواندم و خوشبختانه هر ایرانی دیگری میتواند این درخواست رو بکند. محرمانه نیست این پرونده و پرونده رو میتواند آرشیو رو میتواند درخواست کند. این آرشیو به صورت مجازی بخشی از اون موجوده و اگر شما پرداخت کنید مانند کاری که من کردم، همه پرونده رو کپی میکنند و برای شما میفرستند. پس از خواندن این پرونده من دریافتم که تا چه اندازه نادرستی در مورد رفتار اون زمان به میان ایرانیان آمده و پذیرفته شده. چون همونجور که گفته شد در تاریخ شما اشاره کردید، فرصت چندانی به ایران برای اون بخش دوم شکایت بریتانیا ندادن، چون بریتانیا یک شکایتی برده به دیوان داوری لاهه و سپس یک تقاضایی کرده و اون تقاضا که در ساختارهای حقوق بین المللی و حقوق کشور مانند همین ایالات متحده آمریکا هم وجود دارد، این است که قرار تأمینه صادر شود یا قرار تأمینی. به چه معناست؟ ببینید، مثل این میماند که جناب مهری شما پول کلانی در دستتون باشه، امیدوارم باشه، و من شکایتی از شما داشته باشم و این شکایت رو به دادگاه ببرم و نگران بشم که در فاصله بین این شکایت من تا رسیدگی به شکایت من و حکم دادگاه، شما این پول کلانی که در دستتون هست و موضوع شکایت من هست رو از مالکیت خودتون خارج کنید، بدهید فرزندانتون یا ببرید در یکی از بانک‌هایی که در سوئیس دارید، البته شوخی میکنم، در اونجا به اصطلاح بگذارید، و اگر هم دادگاه به اصطلاح رأی به سود من بدهد، چیزی به دست من نیاید. این است که شاکی در این دوران ها میآید. بسیاری از بینندگان این تلویزیون وکیل هم هستند، میدانند از دادگاه تقاضای قرار تأمینی میخواهد، یعنی میگوید که همه چیز تا هنگام رسیدگی به این شکایت در همان حدودی که پیشتر بوده بماند. یعنی دولت ایران که آمده و صنعت نفت رو ملی کرده، حالا که ما نسبت به این ملی شدن صنعت نفت ادعای خسارت داریم و اون رو خلاف قانون میدانیم،
قرار تأمینی دادگاه صادر کنه تا صنعت نفت ایران در همان حالی که قبلا بوده در دست شرکت نفت ایران انگلیس باقی بماند، تا هنگامی که رأی دادگاه صادر می شود اگر به سود ما باشد یا به سود دیگران، این قرار تأمینی امنیت منافع ما رو در ایران تأمین بکنه. طوری نشود که اگر هم رأی داده شد ما هیچ چیزی نداشته باشیم که ادعای خسارت کنیم. فاصله خیلی کمی رو هم برای این قرار تأمینی تعیین می‌کنند. از جمله آقای امیر اصلان افشار در یادماندهشون اشاره می‌کنند که بله شتابان بود پاسخ ایران و آمدند و پرونده رو گم کرده بودند و ما مجبور شدیم از نو در واقع ماشین کنیم و غیره. و واقعیت این است که تاریخ چنین نیست. دولت ایران با درایت واقعا یک شاهکار حقوقی است که این شاهکار حقوقی رو افسون بر خود مصدق، ما مدیون یکی از بزرگان ناشناخته تاریخ وزارت امور خارجه در ایران هستیم، پدر یکی از دوستان همکلاسان من در دبیرستان البرز آقای اسکر پارسا در اون هنگام یکی از مهمترین شخصیت‌های گرداننده بخش اسناد و مدارک و معاملات وزارت خارجه بودند. یعنی اون بخش رو در واقع ایشان اداره می‌کردند، چیره بر زبان انگلیسی بودند. ایشان می‌آیند و به وزیر امور خارجه اون هنگام و زنده یاد مصدق یادآوری می‌کنند که در پیمان 1933 و در پیمان ویلیام ناکس دارسی، هنگامی که این پیمان بسته میشد، ببینید در هنگامی که پیمان نفت ایران انگلیس به امضا می رسید، ایران ساختار حقوقی نداشت که شرکتی بتواند در ایران ثبت بشود. این شرکت رو در نخست بریتانیا ثبت می کنند و سپس یه شرکت از برمه می آید و شرکت انگلیسی سهام اون رو می خره و مسائلی است که وارد اون نمیشم. ولی در اون هنگامی که این شرکت این امتیاز رو به دارسی می دهند، موضوع شکایات میان ایران و ویلیام ناکس دارسی تا حدودی ناروشن بوده کجا باید به اون رسیدگی کرد، چون در ایران دادگاهی به اون معنا وجود نمی داشته و تا سال 1307 خورشیدی ما قانون مدنی در ایران نداشتیم که این قانون مدنی ساختار حقوقی رسیدگی به این شکایت ها رو بررسی کنه، و این در دوران داور و رضاشاه انجام شده. در 1933 که مجدداً پیمان میان ایران و شرکت نفت ایران انگلیس مورد بررسی قرار میگیرد و پیمان تازه‌ای بسته میشود به جای پیمان دارسی، چون اینک در ایران دادگاه وجود داره و اینک ساختار حقوقی وجود داره، در یک بندی از این پیمان آمده است که هیچ نهاد بین المللی جز ساختارهای حقوقی ایران و بریتانیا صلاحیت رسیدگی به شکایات طرفین رو ندارد. خیلی جالب است. این رو بریتانیا پیشنهاد کرده و خب ایرانیان که آگاه به این مسائل نبودند این رو پذیرفتند، و در این سند آمده که شکایت بریتانیا علیه ایران در دادگاه های ایران و شکایت ایران علیه شرکت نفت ایران و انگلیس در دادگاه های بریتانیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چرا این بند رو گذاشتن؟ چون شکایتی از ایران نداشتن، همه کار در دست اونها بوده. ولی گفتن که اگر ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس شکایت کرد، اینها رو در یکی از این دو دادگاه با صلاحیت به ویژه دادگاه های بریتانیا مورد بررسی قرار خواهیم داد و دادگاه های بین المللی یا دادگاه های کشور دیگر صلاحیت بررسی شکایت های میان طرفین رو نخواهند داشت. این جزو اسنادی است که دو طرف امضا کرده بودند و دولت دکتر مصدق این رو دریافت و این یک شاهکار حقوقی بود که به جای پاسخ به دادخواست بریتانیا، به جای پاسخ به شکایت بریتانیا، ایران شکایت نامه تازه‌ای رو به دیوان لاهه برد. اصلا اون التیماتوم ها و تاریخ ها و ضرب العجل ها رو کنار نهاد و یک شاهکار حقوقی به کار برد. شاهکار حقوقی در این است که در روز دوشنبه 14 بهمن ماه 1330، 4 فوریه 1352، یک هفته پیش از
مهلت دریافت لایحه جوابیه ایران به شکایت دولت بریتانیا، حسین نواب وزیر مختار ایران که در وزیر مختار ایران در هلند بود، لایحه تازه ای رو از سوی دولت ایران در رد صلاحیت دیوان لاهه به شکایت بریتانیا در 28 برگ و 28 پیوست زیر نام لایحه ناپذیرفته شناختن صلاحیت دادگاه با آن دیوان داد. خیلی جالب، این شگرد بزرگ حقوقی دوران مصدق که کمتر بر مردم روشن بوده و شوربخت داد که کسانی که در اون درباره اون دوران نوشتن به نادرست به اون پرداختند و یا حتی وارونه ساختند در یادمانده های خودشون مانند آقای افشار، با همه احترامی که من برای ایشان قائل هستم، متوجه این نکته نشدند که اصلا ایران پاسخ به ادعای دولت بریتانیا نداده، از این بندی که در سند وجود داشته بهره جسته و لایحه تازه‌ای رو در رد صلاحیت دادگاه به دیوان لایحه داده. یک هفته پس از دریافت این سند، دیوان داوری لایحه اعلام کرده، این عبارت رو میخونم، برگردان رسمی عبارت رو میخونم، چون میدونی که اسناد دیوان لایحه به انگلیسی و فرانسه است و دولت هایی که این اسناد رو دریافت میکردن برگردان رسمی از این اسناد میکردن. این برگردان رسمی اون زمان دولت ایران هست. از آنجا که دولت شاهنشاهی ایران سندی را زیر نام لایحه ناپذیرفته شناختن صلاحیت دادگاه تحویل داده است و ادامه داده، نیازی به دریافت پاسخ به دادخواست دولت بریتانیا نمی باشد. سفر مصدق به دیوان لاهه، به دادگاه لاهه، نه برای رسیدگی به شکایت بریتانیا، اگرچه اسناد زیادی رو با خودشان برده بودند برای نشان دادن نادرستی شکایت بریتانیا، در واقع برای رد صلاحیت بوده، چون در دادگاه هنگامی که حتی شما به صلاحیت یک ادعانامه اعتراض میکنید باید نشان بدهید که اگر ادعای شما رد بشود جواب شما در پاسخ به اون دادخواست چیست. این رو هم آماده کرده بودند. مصدق در روز 22 ژوئیه 1952، ببخشید در همون ماهای خیلی پیش از اون میرود، پیش از اون ماه ها نه، چند هفته پیش از اون به دیوان لاهه میرود و در روز 22 ژوئیه 1952 یا 31 تیر ماه 1331 دیوان داوری لاهه رأی به عدم صلاحیت خودش میدهد. پیروزی ایران در رأی دیوان لاهه بر پایه اون بندی که در پیمان میان ایران و کشف شد، بله که بوده، پیمانی که خود بریتانیا در واقع این سند رو نوشته بوده و در برابر دولت ایران نهاده بوده، این عبارت رو از پرونده دیوان لاهه میخوانم. این البته برگردان من هست، این برگردان رسمی دولتی نیست. میگوید که دیوان چنین نتیجه میگیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت امپراتوری بریتانیا طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم در صلاحیت دیوان که در صلاحیت دیوان طرح شده است لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ 5 ژوئیه 1951 صادر نمود اعلام گردید که اقدامات تأمینه که در قرارداد مزبور به طور موقت در انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده است، اینک که رأی دیوان صادر گردیده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نیست. ببینید پیروزی ایران پیروزی چند جانبه است، نه تنها رأی به عدم صلاحیت این دیوان داده شده، بلکه گفتند تمام اون قرار تأمینی هم که صادر شده دیگر در صلاحیت ما نیست. و اینجاست که در واقع مصدق در پاسخی که به اون نامه مشترک چرچیل و ترومن داده میگه که تنها جایی که شما میتوانید به شکایات شرکت نفت ایران و انگلیس رسیدگی بکنید دادگاه های ایرانه. این قراردادی است که با ما بستی، این قراردادی است در 1933 بر رضا شاه تحمیل کردید با کمک نیروی نظامی، حتی تهدید دخالت نظامی در ایران،
مجبور کردید که دولت ایران تن در بدهد به این پیمان، و در این پیمانی که شما تحمیل کرده اید پذیرفته اید که شکایات شما علیه ما باید در دادگاه ایران مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین اگر شکایتی دارید به دادگاه ایران رجوع کنید. و مصدق پاسخ داده که من حاضرم به دیوان الهه دوباره بازگردم، شرطهای خودش رو هم آورده. این پیروزی ایران در دیوان الهه به داوری من، ما در تاریخ 200 و اندی سال گذشته ایران، ما تنها 3 پیروزی، شاید در تاریخ درازتر اگر برگردیم به دورانی که پیمانی که میان دولت شاه عباس با بریتانیا بسته شد اون رو به کنار بگذاریم، اگر به دوران مدرن ایران نگاه کنیم، ما 3 پیروزی در واقع در سپهر بین المللی بیشتر نداشتیم. آقای امینی 3 دقیقه وقت داریم. یکی پیروزی در پیمان ارزروم است که با درایت واقعا و با وجود ناتوانی های بسیار زیاد ایران در مقابل دولت های بزرگی که در این پیمان شرکت داشتن، ایران مرزهای غربی خودش رو با عثمانی، چون در اون هنگام همه اون منطقه عثمانی بود، عراق هم وجود نداشت، همه جا عثمانی بود، مرزهای غربی خودش رو با دولت عثمانی قطعی کرد و بسیار مهم بود این مسئله، مرزهایی که همچنان پابرجاست. پیروزی دیگری که پس از دیوان الهه انجام شده مذاکرات اروندرود است که حقوق ایران رو بر کشتیرانی شط العرب و اروندرود قطعی کرد. ولی پیروزی ایران در دیوان الهه پیروزی بین‌المللی است، پیروزی جهانی است و هیچ کس نباید بر این خورده بگیرد. حتی اونهایی که با مصدق سر ستیز دارند یا با مصدق رو از خودشان نمیدانند، دشمنی های با او دارند، این پیروزی پیروزی ایران است در دیوان الهه، پیروزی همه ایرانیان است. و ایران توانست در دیوان الهه برای نخستین بار با رأی اکثریت نمایندگان دیوان از جمله نماینده بریتانیا در این دیوان موضوع حاکمیت ملی ایران رو به کرسی بنشاند و بگوید که کشوری مانند بریتانیا دارای حقوق برابری با کشوری مانند ایران است و نمیتواند از راه زور رفتار خودش رو تحمیل بکند. این دستاورد بسیار برجسته و بزرگی است و با این دریافتی که از این پیمان داشتند حتی هزینه حقوقی ایران رو ازش کاستند، چون تمام کاری که ایران انجام داد یک نفر رولن بود، وکیل ایران یک نفر با منشیش آمد و تنها هزینه‌ای که ایران در این زمینه پرداخت هزینه منشی بود که رولن با خودش آورده بود و خانمی که به آقای رولن کمک میکرد، وکیل بلژیکی ایران، و البته زندیات مصدق از جیب خودش هم چند فرش خرید و برد و اینها رو هم به عنوان هزینه وکالت به آقای رولن داد، چون پولی نداشتن ایرانی ها، که ایران پولی نداشت که به ایشان بدهد. و این کار بسیار بسیار برجسته بود. جالب اینجاست که در همون دوران هنگامی که میخواستن پول منشی رولن رو بدهند، دولت بریتانیا حساب ایران رو در بریتانیا مسدود کرده بود و آقای نواب از حساب فرزندش پول پرداخت به رولن، برای اینکه یعنی این گونه در واقع با ایرانیان رفتار میکردن، ایرانیان رو هیچ چیز میدانستن. و این پیروزی پیروزی بسیار بزرگی برای مردم ایران بود. خیلی سپاسگزارم ازتون آقای امینی، ولی باز هم پرسش هایی در این زمینه، یعنی در زمینه شبهات و ناروشنی ها وجود دارد. اگر موافق باشید هفته آینده با آن بپردازیم. حتما. خیلی ممنون ازتون، خسته نباشید. و ممنون از کارگردان برنامه آقای امیر و ممنون از بی نهایت، یعنی بی نهایت شنوندگان و بینندگان تلویزیون اندیشه در سرتاسر جهان. شاد و پیروز باشید.